ذهن اشتراکی توضیحات خدمت دوستان دادیم و بعضی از دوستان قبلا تجربه کرده بودن این مسئله رو و بعضی دیگه قرار شد که تجربه بکنن. ابتدا ببینیم دوستان مشکلاتی داشتن یا تونستن انجام بدن. دوستانی که با ذهن اشتراکی کار کردن موفق بودن دستشون بلند کنن. خب دوستانی که انجام ندادن انجام ندادن یا اینکه مشکل داشتن در انجام کارش معلوم نیست نتیجه باشه. ببینید وقتی که بحث ذهن اشتراکی پیش میاد هر کیس ما ممکنه مسئله خاص خودشو داشته باشه دیگه. همونطور که از اسمش پیداست مجبور میشیم مورد به مورد عمل بکنیم. خب وقتی که قراره که ما بریم وارد این مسئله بشیم خب طبیعتاً لازمه که هر موردی رو مطابق با نیاز خودش به اصطلاح عمل بکنیم. حالا یکی قلبش مشکل داره، یکی ریه‌اش مشکل داره، یکی معده‌اش مشکل داره و در این خصوص لازمه که ما به طور اختصاصی عمل بکنیم. در غیر این صورت میشه همون تجربه قبلی که داشتید، در واقع اعلامی میکنیم که همه در اون اسکن کلی قرار میگیرن. خب در بله خب این مسئله رو هم داره ولی کن تجربه روی این موضوع به خاطر به واسطه اینه که بعضی از تئوری ها رو در واقع میاد به اثبات میرسونه از این نظر اهمیت داره. امروز هم یک ارتباط دیگه هم هست که در راستای اون قضیه ارزش اونها در اینه که شما رو به دنیای ماجرا نزدیک میکنه. حالا قرار نیست شما همه رو اینجور کار بکنید. خب این معمولا ما اینطور کار کردن ها رو با یک کیسای خاصی میام آغاز میکنیم. با همه لازم نیست، همه لازم نیست. یک کسی که جواب نداده مقاومه نمیدونم چیه و حالا به طور خیلی خاص اونا رو مثلا میام کار میکنیم. فرضاً ما یکی دو هفته قبل به یک موردی برخورد کردیم که من و خانم دکتر پیرزاده در به اصطلاح که از بیمارستان ها حالا برای تحقیقات روی برونشکتازی که کار میکنیم به یک کسی برخورد کردیم که پیوند ریه کرده بود و در واقع در عمل جراحی این به اصطلاح بخیونا رو تنگ گرفته بودن و تنگ بود و مجرا به اصطلاح خیلی تنگ بود و لذا باعث شده بود که روده آب بیاره و نمیدونم دچار مشکلاتی باشه و ما جریان رو نمیدونستیم. برای ما شکل رو کشیدن و گفتن که اینجا بخیه شده، اینا اینجا تنگ شده. در واقع ما همونجا خب این در واقع ناباورانه است که بخوای روی همچین کیسی کار بشه. همونجا کارو کردیم اومدیم بیرون و جواب بعدی بود که این باز شده. خب بعد این مسئله رو به این صورت کیسای خاصی لازم میشه، همه مواردی رو لازم نیست. شاید همون موردم فرادرمانی اصلا کار میکنیم شاید هم جواب میگرفتیم و اینا باعث نشه که فکر کنیم حتما کیسای خاص نیاز به کار خاص دارن. کما اینکه همین کارا رو دوستایی هم که فقط فرادرمانی رو کار داد یعنی آشنا شدن همون هم دارن انجام میدن. ولی منظورم اینه که به هر صورت همچین قضایایی رو میشه و میتونیم انجام بدیم. در خصوص کار با اینفورمیشن و کار با هوشمندی اینها مثل یک مشخایی میمونه که با این مشخا ما میخوایم به دنیای این قضیه نزدیک بشیم. ذهنیتمون رو با این فیلد در واقع آشنا بکنیم وگرنه خیلی از کارها مثلا امروز هم یکی از ارتباطات رو کار میکنیم دوباره اونم در همین زمینه است. به منزله تستا
و به منزله کشف تجاربی است که نشون بده که ما چگونه با اینفورمیشن میتونیم کار بکنیم و میتونیم یعنی در واقع آینده ای رو که ما در پیش رو داریم یک با بخشش به این شکل آشنا میشیم، آینده ای که در اون ما شاید بیشتر با شعور و اطلاعات سر و کار داشته باشیم تا با خود نمیدونم اصل ماجرای مثل یک سلول، مثل داشتن یک تخمک، مثل داشتن یک نمیدونم اسپرماتوزوئید. خب و الان شما با بررسی‌هایی که کردیم شما به این نتیجه رسیدین که فرضاً در یکی از تجاربی که دوستان به عمل آوردن در زمینه مثلا توی این سالها در زمینه ناباروری، خب چند نفر کار کردن توی ناباروری و نازایی؟ خب اون دفعه آمار گرفتیم مثل این که ازتون بحث اینجاست که اتفاقاتی که میفته، خب شرایط حتما یک بخشش فراهم نیست دیگه، یا تخمک مشکل داره یا به هر حال اسپرماتوزوئید مشکل داره و شما در این موارد میبینید به طور کلی به اصطلاح فرض کنید این تخمک حالا پیام یک اسپرماتوزوئید یک استارتره، ما بهش میگیم استارتر، یعنی در واقع حامل یک پیامی است که اولا ماجرا شروع بشه و بعد بخش رو که باید حالا از ژن از چیز غیره به اصطلاح پیام داده بشه، این پیام هم میتونه عین خودش باشه هم میتونه اینفورمیشنش باشه. خب یعنی در واقع شما میدونید مثلا کیسایی رو که ما کار کردیم در خیلی ها مثلا اینه که اصلا اسپرماتوزوئید نیست، خب یا اینقدر کمی که خب چون باید تعداد اونقدر باشه که این اصابت انجام بشه وگرنه خب پیام نمیرسه. بنابراین اگر یه همچین کسایی نتیجه میده دلیلش اینه که در واقع اینجا ما اینفورمیشن لازم رو خب به گونه دیگری انتقال دادیم، بنابراین میتونه این نباشه اینفورمیشنش باشه، میتونه این نباشه اینفورمیشنش باشه. خب حالا یا فیما بین اینها، یا هست بودن هست اما نقصان داره، بنابراین اینها سابقه تاریخی هم همونطور که خدمتتون عرض کردم سابقه تاریخی هم داره و در جایی در بسیل آینده ولد بیوالد، خب در آینده ولد بیوالد تعریف ولد بیوالد تعریف داره، تعریف پیدا میکنه، یعنی در واقع شما الان مثلا فرض کنید که در هومیوپاتی ما شعور ماده رو بسیل مورد استفاده قرار میدن، خب شما از کجا میدونید که حالا شعور اسپرماتوزوئید هم اونم در واقع به یه شکلی به این صورتون همه چیز با زبان شعوری از نظر ما قابل بیانه؟ اصلا فکر میکنه که پیدایش حیات روی زمین چطوری بوده؟ خب پیدایش حیات روی زمین یه ماجرای عجیبی داره و در واقع ما فقط با یه توده اینفورمیشن در واقع روبرو شدیم، یعنی برای ما از یه جایی یه توده اینفورمیشن دادن و بعد ماجرا نه اکسیژن بوده نه شرایط بوده نه هیچ کدوم از این ماجراها که وجود نداشته، در واقع اولین بخشای حیات اومده تجزیه‌گر بودن و تونستن تجزیه‌هایی انجام بدن که هم برای خودش اکسیژن و چیزهای دیگه بعدها به وجود اومده و در واقع در ابتدا شما میدونید هیچ کدوم از این کوراتی در واقع اکسیژن نداره و در واقع حالا اون اکوسیستم برای خودش طبق یک ماجراهای اول عناصر تجزیه‌گر و بعد نمیدونم چیو و بعد همینا به تدریج اومدن و توده اولیه اینفورمیشنی در واقع ایجاد شده، شعوری ایجاد شده. خب حالا از هر جای انتقال پیدا کرده اینجا اینفورمیشنی بوده، بعدن از اینجا هم به هر جای انتقال پیدا بکنه یعنی چیه؟ یعنی انتقال اطلاعاتی است، انتقال شعوری است. خب
لذا الان امکان این که در یک لوله آزمایش، حالا من میگم لوله آزمایش یعنی بستر آزمایشگاهی، یک جنین میتونه تشکیل بشه. خب یعنی به اصطلاح یک اسپرماتوزوید در یه جا، یه تخمه در یه جا، اینا تشکیل بشه. این قضیه میتونه در واقع با بخشی از یه بخش دیگه شعور انتقال پیدا بکنه. خب یعنی در واقع حالا در اینا با یه بحثایی، ولی من میخوام در یه آینده رو تصویر بکنیم که الان داره اتفاق میفته، منتها به صورت طبیعی است. یعنی افرادن که نازا هستن ولی بعدن مشکلشون حل میشه و صاحب فرزند میشن، اما احتمال داره این قضیه به آزمایشگاه هم انتقال پیدا بکنه. یعنی به یک صورتی به صورت به شکلهای دیگری هم این موضوع صورت بگیره و انجام بشه. به هر صورت اگر که ما آمار در بین ما آمار به اصطلاح رفع مشکل نازایی و ناباروری در واقع آمار قابل توجهی هست، مکانیزم عمل مکانیزمش در واقع این هست که ما نقصان رو که اونجا وجود داره با اینفورمیشن پر کردیم و در واقع اگر اینفورمیشن اینجا انتقال پیدا بکنه به یک تخمک، این اینفورمیشن انتقال پیدا بکنه دقیقا مثل این که خودش اومد، اگه شعورش بیاد مثل این که خودشی. خب همون مسئله که گفتیم در کنار یک سلول، سلول بنیادی یک سلول دیگه قرار بدیم میشه یه جور کپی سازی، ولی ما این کار رو نمی کنیم. تو تجارب خودمون مثلا چند نفر روی مثلا آرتروز تجربه دارن، تجربه مثبت دارن، دستشون رو بلند کنن. خب حالا این دوستان شما با یه استخون از بین رفته سر و کار داشتین دیگه، درسته؟ خب حالا وقتی ترمیم میشه این سلولی که سلول مجاورش رو ساخته، سلول از بین رفتش رو ساخته، چیزی در اختیار نداشته. ما رو در معرض صرفاً اینفورمیشن قرار دادیم، در معرض تحریکی قرار دادیم که این تحریک باعث شده بره به اطلاعات طبقه بندی شده خودش مراجعه بکنه و طرح سلول بعدی خودش رو که از بین رفته در بیاره بیرون، بسازه، بازسازی بکنه. مثلا در پوکی استخوان همینطوره، حتما تجربه دارید. و در خیلی موارد دیگه که ما با از بین رفتگی طرفیم، یعنی چیزی نیست دیگه، چیزی نداریم، از بین رفته. خب بنابراین صرفاً با بحث اینفورمیشن، با بحث شعور و آنگاه اینفورمیشن در واقع این نقایص رو چیکار کردیم؟ برطرف کردیم. و حالا همه اینها از جمله همین در واقع بحث ذهن اشتراکی، دوباره خود اینها یه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده که ما با انجام آزمایشاتی پی به بازی‌های شعوری ببریم، پی به بازی و کار با اینفورمیشن ها ببریم. وگرنه یه نفرم که ممکنه همون فرادرمانی داره همین کارا رو انجام میده و به صورت تخصصی، اون وقت یک امکانات خاصی رو مشخص باشه ممکنه در اختیار ما بذاره. مثل همین نمونه که الان داریم در مورد کانسری که کار شده بود، هم دکتر شمسدین کجا نشستن؟ بله، حالا مثلا در این مورد که نمونه خاص مثلا کار شده و منجر به مثلا این نتیجه خاص شده که حالا این مورد رو خانم دکتر شمسدین به اتفاق خانم دکتر همکارشون از این کار کردن و روی نوع سرطان چی بود خودتون اگه؟ بله، حالا من برای دوستان میتونید توضیح بدین که به طور مشخصی وقتی که کار شده، حالا من میدم خدمتتون که توضیح بدن خدمتتون.
به طور مشخص منجر شده به حالا خروجی که حالا نمیدونم طرز تحلیل خود دوستانمون چطوریه، من سر فرصت میدم گوش بدید. میکروفونو بزن با میکروفون که بزن خدمتون. این یه پسر حدود 16، خواهش من هماتولوژیست اونکولوژیستم، یه پسر 16 ساله یه این پسر که از سال 84 شروع شده هوچکینش که در واقع کیموتراپی رادیوتراپی دیگه همه چی رو گرفته دیگه. الان که می‌خواستیم درمان شروع کنیم خودش رضایت داد، یعنی وقتی این دو تا درمانو براش مطرح کردیم به هیچ عنوان نمی‌خواست شیمی درمانی بشه. وقتی آشنا شد با فرادرمانی و شروع کردیم، الان تقریبا حدود یک ماه هست که براش شروع کردیم، کاملا این پیشرفته بود، یعنی علائم سیستمی که تب و کاهش وزن و تعریق و لیمفادنوپاتی متعدد، یعنی کاملا مسای گردنیش البته فیلمم ازش گرفتیم الان هستش کاملا واضحه، تمام شکم و لگن و در واقع تحال اینا همه درگیره بون مرو. اینه که چه این یک ماه در واقع اقدامات که انجام شده حالا به تدریج، یعنی کاملا علائمش رو ما حالا سیرش رو تحت نظر گرفتیم، هنوز اسکن نکردیم چون خیلی کوتاه مدته، ولی خب تغییراتی که به تدریج داشته اینه که تبش در واقع قطع شده، علائم سیستمیش بهتر شده، هر بار که ارتباطات مختلف رو میگیرم، حتی من خودم در شروع کارم این کارا رو خواهم شمس‌الدین زحمت میکشه که من میدم ایشون براتون توضیح بدن، ولی به هر حال یه سری از علائمی که داشت به این صورت بود، یعنی حالا نمیدونم بافت لیمف نود نکروزه است، واقعا خودم نمیدونم چه دادیم پاتولوژی ببینن و ریپورتش تا اومده، ولی این ترشحات رو در واقع از ناحیه قسمت تحتانی قفس سینه داره مکررن. توی بررسیام در واقع حالا ظاهرا لیمف نودای گردنیش رو به کاهش سایز چست ایکس رای ساده که گرفتیم توی سی تی چستش لیمفادنوپاتی پاراتراکال متعدد داشت که اونا توی چست مجدد که گرفتیم ظاهرا توی چست ساده لیمف نود نداره، که البته حالا باید حتما با سی تی تطبیقش بدیم. حالا نظر علائمی هم که چه ارتباط گرفتن، چون میگم من خودم اصلا زیاد وارد نیستم، فکر کنم خانم شمس‌الدین توضیح بده براتون بهتره. با عرض سلام، خسته نباشید. حدود یک ماه و چند روز هستش که ما ارتباط فرادرمانی شروع کردیم برای این پسر 18 ساله‌ای که از سن 15 سالگی دچار لنفوم هوچکین شده بوده با دردای شدید، تب بالا و بیقراری و ناراحتی زیاد مراجعه کرد و خسته از به قول خودش خسته از کارهای این دنیا مادی، عوالم مادی، بله، مراجعه کرده، شروع کرده درمان ادامه داده با دقت، روزی 4-5 مرتبه به اصطلاح درمان داره، درمان‌های مکمل رو از قبیل تشعشع دفاعی و کنترلر رو و بقیه چیزا رو براش کار کردیم. الان همین علائمی که خانم دکتر گفتن داره رو به بهبودی هستش، خیلی خوشحال از اینکه شیمی درمانی نکرده، درداش خیلی تخفیف پیدا کرده، نقطه به نقطه این دردها کاهش پیدا کرده، درد گردنی شدید داشته کاملا خوب شده، درد زیر بغل داشته، کشاله ران داشته، دردهای پا داشته، ورم پا داشته، همه اینها به نوبت هر کدوم یک هفته حد اکثر دردش طول کشیده و برطرف شد. انشالله با امید خدا که شفاشو داشته باشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خب قبل از اینکه من به بحث‌های دیگه وارد بشم، اگه دوستان در این خصوص سوالی دارن به پامی هست بفرمایند که من پاسخگو باشم. سوالی نیست؟ بله، ببینید اینجا این شعور یا هوشمندی آنگا اینفورمیشن، اطلاعات، یعنی اطلاعات منتج و نتیجه ناشی از شعوره. مثلا شعور هوشمندی خورشید رو ساخته، حالا خورشید اینفورمیشنه، وقتی نگاهش میکنیم ماجرا فیوژنش همه ماجراهاش در واقع اطلاعاته، اطلاعات های مختلفی.
رو در بر گرفته، درسته؟ ولی یعنی اطلاعات منتج از به اصطلاح شعور و هوشمندی است. ما در درمان ها با شعور سر کار داریم. چیزی که انتقال پیدا میکنه، یعنی اون شعور چیزی رو که میاره میرسونه، خب چیه؟ خب چیزی رو که انتقال میده اینفورمیشنه، اطلاعاته. نهایتا منجر میشه به چی؟ نهایتا منجر میشه به اطلاعات. هر چیزی توی این رده نهایتا به اطلاعات و اینفورمیشن در واقع تبدیل میشه. بله، خواهش میکنم. اون ارتباطی که میخوایم امروز کار بکنیم در واقع انتقال اطلاعات با واسطه است. یعنی چی؟ یعنی یک جا ما از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگه ای در واقع از یک فلاش استفاده میکنیم و اطلاعات رو از طریق یک فلاش انتقال میدیم. حالا امروز ما میخوایم در واقع بیایم به یک مثلا یک واسطه مثل خوردنی، اون خوراکی مثل یک فلاش میمونه. خب ما شوری رو سوار این بکنیم، یعنی در واقع اطلاعات رو در اون ثبت و ضبط بکنیم. حالا این در واقع فلاش ما انتقال پیدا میکنه و ماجرای انتقال اطلاعات، حالا قبل شعور و اطلاعات رو اون انجام میده. این هم میخواییم با همدیگه تست بکنیم. حالا تحت نام شارژ شعوری دوستانی انجام دادن، کاربردش رو میدونن. از دوره های بالامون دوستای دیگه همون هم که انجام ندادن امروز با این قضیه آشنا میشن، اینم تست میکنن ببینیم که نتیجه چجوریه. حالا خانم سعید شما با من هماهنگی بکنید. چشم، بروی چشم. خب جانم بفرم. من اینکه خودم هستم در مورد چشمم. من اینکه دوربین 22-25 میزدم پارسال. بله. بعد دیدم اینکم داره چشمم دچار مشکل با همون اینکه که قبلا باهاش راحت بودم. رفتم گجدن دکتر چشم زشکم چه جالبه عینکه تو باید عوض کنیم، ولی چشمم شده یه کلی سفن. میخواستم ببینم این اصلا اثر داره کاری که من روی خودم و دیگران کردم روی چشمم اثر گذاشته؟ ما نمیدونیم، شما باید ببینید که از نظر پزشکی همچین چیزی خواستیمش نکردم. اگر عینکم دو سال پیش گرفتم روی 2.75 چشمم بود، بعد دیدم پارسال که الان کلاس شما رو میام دیدم دیگه با این عینک راحت نمیتونم مطالعه کنم. رفتم دکتر، بعد فکرم دیدم بالا چیز ضعف چشمم بالاتر رفته. رفتم گفتش که جالبه چشمت شده یک و 25. حالا ما در زمینه ببینید نمیدونیم از دوستان متخصص چشممون، جناب دکتر بله شما یک محبتی بفرمودی، اظهار نظری بفرمودی، ما مثل شما شنیدیم. و البته من که در مورد رفع معایب چشم، خصوصا تنبلی چشم، بحثای انعکاسی، بحثای این چیزا زیاد شنیدم. حتی ما در ترمیم ها من خودم شاهد یک چیزای عجیب غریبی بودم. حتی ما یک موردی با قطع عصب چشم سالها قبل مواجه بودیم که بعد گزارش این بود که بینایی داره میبینه. اما حالا ما گزارش های ما رو برای ما خودمون واگذار بکنیم. من دوست دارم که جناب دکتر شما یه اظهار نظری بفرمایید که اولا خودتون تجارب خودتون در این زمینه، بعدم اینه که ما اگر هم چیزی بشنویم چه میتونیم، چه امکاناتی ممکنه وجود داشته باشه که همچین اتفاقی بیفته. اگه ممکنه میکروفون رو خدمت میکروفون رو آیده میکروفون
سلام عرض میکنم جناب استاد، عرض ادب خدمت شما به خصوص. والا این مطلبی که ایشون فرمودند، حالا من اول از تجربه که خودم روی مریضای خودمون داشتم، این بار خدمتتون عرض کنم تا یه حدودی شو روی بیماری های ویروسی جناب استاد، ما تعداد زیادیشون که تقریبا به درمان دیگه جواب خوبی نمیدادن. اگه خاطرتون باشه یه بارم توی یه جلسه ای که از طرف وزارتخونه اومده بودم اونجا هم عرض کردم. بله بله. و توی پیوندایی که توی قرنیه پس زده بود و بعد دیگه جواب نمیداد، یه به مراحلی رسیده بودش که مجبور بودیم پیوند رو عوض کنیم، چند مورد کار کردم به لطف خدا جوابای خیلی خوبی داد، در حالی که با دارو معمولا جواب خوبی ما توی نمیگیریم. ولی از اونجایی که از طریق پاتولوژی و اون تغییراتی توی سلولا هست فرصتی نبود که بتونیم اونا رو تثبیت کنیم و جایی هم داکیومنتش کنیم، نمیتونستم که اینا رو به عنوان نمونه خدمتتون ارائه بدم. ولی مواردی که به این شکل دیدم کم نیستن، بیشتر از حتی 10 مورد هستن. اما در مورد موردی که ایشون فرمودن، خب البته یه مورد بررسی میخواد، به دلیل اینکه حالا من ببینم عینک قبلیشون عینک مثبتی بوده عینک منفی بوده و چه شرایطی داشت. من دقیقاً یه بار خدمتشون مزاحم میشم اونجا میپرسم دقیقاً دیتیلو به خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی موارد به این شکل رو دفاع بدن میشه کار کرد، بسیار زیاده، بسیار زیاده و مثبت. خیلی ممنون. خیلی میشه تو ترمیم و این مواردم تجربه دارید. بله دیگه، اون زخمای ویروسی که توی قرنیه بر اساس تبخال پیدا میشه، هم سرعت ترمیم هم کیفیت ترمیم مشخصا بهتر شده. بله خیلی ممنون. خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه. خب بعد از این قضیه ما در مورد بحث هوش و عقل توضیحاتی دادیم، صحبت‌هایی کردیم و هدف ما از طرح این مباحث اینه که در واقع به نقطه نظرهایی برسیم که در بحث آموزش و پرورش بتونیم راهکارهای عملی عرضه بکنیم. و حالا همونطور که امروز خواهیم دید با توجه به نقشه وجود و اینها، بدون شناخت دقیق از اجزای وجودی ما همچین چیزی امکان نداره. خب و بنابراین حالا یکی از دوستان روانشناس که با من اینجا صحبت میکردن بحث موضوع توانمندی رو پیش کشیدن و موضوع این که خب هوش توانمندیه و ما به عنوان توانمندی میشناسیم. ببینید ما حتی اگر از این زاویه نگاه بکنیم، خب ما توانمندی های زیادی داریم. ما میتونیم یه وزن هم بلند کنیم، میتونیم نمیدونم چند متر بپره، میتونیم نمیدونم یه کاری بکنیم. اگر قرار باشه که توان بر حسب توانمندی به اصطلاح تقسیم بندی بکنیم، میشه یک موضوع دیگه، میشه توانمندی ایجاد، توانمندی به کار بردن. ما که سر در واقع واژه ها که نمیخوایم بجنگیم، ما میخوایم در واقع به یک تعاریف درستی برسیم که بر اساس اون تعاریف به یک قابلیت های عملی برسیم و مطابق اون بتونیم هوش رو بیدار کنیم. موضوع و هدف بیدار کردن اون هوشه، اون هوش باطنی که صحبت کردیم و در واقع معلوم شد که هرچی اومدیم جلوتر رو به تنزل گذاشته. منظور ما واژه پردازی نیست، منظور ما اینه که بیایم و به یک نقطه نظراتی برسیم که چگونه ما هوش رو، هوش باطنی رو بیدار کنیم. آیا ما بیهوش هم داریم، کم هوش هم داریم؟ خب یا مثلا فرض کنید استعداد چیه، تعریف استعداد چیه؟ ما بی استعداد داریم، کم استعداد داریم؟ و اگر که این مکانیزم ها رو بشناسیم، اگر این تعریف ها رو به صلاح باش برخورد بکنیم و ببینیم چی هست، متعاقب اون راهکارهایی رو که داریم بهتر میتونیم با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. خب تجارب عملی و آمار ما مثلا نشون داده که ما در بیدار کردن هوش باطنی خب تونستیم کاری انجام بدیم. همین که آمار شعرامون خیلی بالا رفته و شد، گفتیم دیگه این شعره در واقع ناشی از ذوق و شوق و انگیزه و اینا همه بر مبنای عشقه، یعنی در واقع یک انگیزشی صورت گرفته. آیا نمیتونیم در یه سطح گسترده تر این کار رو بکنیم و همه اینا در واقع
این بررسی‌هایی که ما می‌کنیم بررسی‌های هدفمندی است و در واقع حرفی رو نمی‌زنیم مگر پراتیک و عملش حتما براش راه حل داشته باشیم. خب حتما بتونیم راهکار ارائه بدیم و بتونیم یه چیزی رو دنبال بکنیم که به نتیجه عملی منجر بشه و موضوع فقط طرح حالا از نظریه پردازی هم جای خودش ارزش و اهمیت داره، ولی منظور ما صرفا نظریه پردازی و به اصطلاح طرح تئوری‌هایی نیست در واقع. خب و همه اینها ما رو به راهکارهایی هدایت میکنه که شاید با تغییر اون راهکارها بتونیم به اصطلاح راههایی رو در حل مشکلاتمون پیدا بکنیم. خب این مثلا به عنوان مثال این هوش و عقل، اینجا ذوق و شوق و انگیزه و عشق، اینجا اول نتیجه که گرفتیم دیدیم که در واقع کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. خب یه دفعه به این نتیجه رسیدیم که میرسیم که خب اگر قرار باشه یک انگیزشی باشه باید چی باشه؟ خاطر از افسردگی جدا باشه. به عنوان مثال داریم خدمتتون. خب پس در واقع ارتباط هوش و افسردگی چیه؟ شاید مثلا اصلا قبلا اگه این سوالو میکردیم شاید نمیدونیم، ولی جان هوش هرچی بالاتره هوش باطنی افسردگی پایین تره. معمولا آدم با هوش مثلا ممکنه که شما ببینید شوخ‌طبع هم هستن. ارتباط هوش و شوخ‌طبعی چیه؟ ارتباط هوش و افسردگی چیه؟ ارتباط اینا مسائل چیه؟ اگه قرار باشه ما هوش باطنی رو برانگیزانیم چه باید بشه؟ یه دفعه ببینیم که اول باید افسردگی درمان کنیم. یعنی از یه آدم افسرده شما نمیتونید انتظار یه هوش خلاقی داشته باشید. توجه می‌فرمایید؟ و حافظ درسشو ببینید چه قشنگ گفته، که شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. این میاد. بنابراین حالا وقتی که میایم میریم اونجا تو بحث اینه که حالا امروز با یک چیدمانی آشنا میشیم کم و بیش، قبلا با این مسئله آشنا شدیم که همه وقایع از یک فیلتر عبور میکنه و عبور از این فیلتر میاد به در واقع واکنش ذهن ادراک ما رو از یک مسئله می و بعد واکنش واکنش روان احساسات ما رو و بعد به دنبال اون واکنش مغز و بعد ترجمه به زبان فیزیک، به زبان جسم که تولیدات شیمیایی مختلفی باشه. و بعد مثالهایی رو قبلا بررسی کردیم که ما اول میترسیم بعد آدرنالین ترشح میشه، یا اول آدرنالین ترشح میشه بعدن میترسیم. اول میترسیم، کجا میخواد شدت و ضعف ترس رو بررسی بکنه؟ کجا بررسی میشه شدت و ضعف اون ترس که بعد خب تو اینجا شدت و ضعف و ارزیابی های حوادث اول باید اینجا نرم افزار این نرم افزاری است. اول باید شدت و ضعف صدای انفجاری که از بیرون بیاد برای هممون یکسانه، اما ارزیابی ما ها با هم دیگه چیه؟ متفاوته و این نرم افزاریه. و بعد اینه که ادراک روش گذاشته میشه، بعدش احساس روش گذاشته میشه، بعدش به مغز خب دستور داده میشه که تو چقدر
واکنش نشون بده، با چه شدتی، و بعد اونم دستور مرحله بعد دستور چی میده؟ ترشح آدرنالین میده. خب حالا سوال بعدی رو که قبلا هم پرسیدیم اینه که اول ما افسرده میشیم، بعد تولیدات شیمیایی مغز یا پیامهای شیمیایی به هم میخوره، یا اول تولیدات شیمیایی مغز به هم میخوره بعدن ما افسرده میشیم؟ مطابق این اصلی که ما بهش میرسیم، مسئله اول از همه باید از نرم افزارهای عبور بکنه. این نرم افزارها هستند که در مقابل یک پدیده مشخص یکی افسرده میشه یکی نمیشه. خب و در واقع اون وقت در فرادرمانی ما با اینجا سر کار داریم. خب با اینجا، این فرادرمانی در علم رایج با اینجا سر و کار دارن. خب یکی از کارهایی که صورت میگیره اصلاح نرم افزاری است. یعنی در واقع البته دیدین که سلول هم که میریم، در واقع میریم توی نرم افزار سلول. چند نفر تونه به طور مؤثری در روی افسردگی تا حالا تجربه کردن که میتونستن مؤثر باشن؟ دستشون بلند کنن. خب ببینید آمارمون چه آماری است. آمار جالبیه، ولی ما که از اون کارا نکردیم. پس چی شده؟ چه کار کردیم؟ ما تونستیم تداخل نرم افزاری داشته باشیم. یعنی ما رفتیم توی یه سری نرم افزارها تغییر ایجاد کردیم. حالا نرم افزارها دو دسته هستن. یک دسته نرم افزارهای ثابت هستن. خب مثلا فرض کنید که طرف الان دیگه افسرده است، طرف الان آلرژی داره. آلرژی داره یعنی وجودش در مقابل ورود یک سری نمیدونم مواد شیمیایی خوراکی غیره اینها داره واکنش نشون میده. خب دست خودش نیست. هر چی ما بخوایم به اون به صورت دیگری چیز کنیم، این نرم افزار تعریف شده، به غلط تعریف شده. یک سری نرم افزارها نه، ما حاصل زندگی ماست. همون که دو دور سه باش آشنا شدین، ما حاصل زندگی ماست. طرز تلقی ما از جهان هستی یه نرم افزار قابل برنامه ریزی، حتی همه نرم افزار قابل برنامه ریزی است، ولی اون که توسط ما برنامه ریزی میشه، مثل همون ماجرای مسیر و مقصد مثلا. خب چجوری ماجرای هدف و وسیله، قضیه نسبیت، اینها ما داریم برنامه ریزیش میکنیم. ما نمیتونیم بیام اینجوری یه بشکن بزنیم بگیم یه ارتباط دادیم، حالا طرف قبلا به مسیر و مقصد اینجوری نگاه میکرد، حالا نگاهش عوض شد اینجوری. نمیشه. اینو باید بشینیم همدیگر رو بسازیم، همون کاری که کردیم، نمونهشو در ترم 3 انجام دادیم. اما یک مسئله که الان یه اختلال نرم افزاری پیش اومده، آلرژی اتفاق افتاده، یک اختلال نرم افزاری پیش اومده و افسردگی رخ داده. خب اینو میتونیم چیکار کنیم؟ اینو میتونیم فلفور، حالا بر آمار خیلی هاش اتفاقا سریع انجام، مثلا یه آلرژی خیلی سریع جواب میده چون نرم افزاری است. اونه که نرم افزاریه احتمال جواب بسیار سریع بیشتره تا موارد دیگه. خب در این صورت کافیه ما به نرم افزار دسترسی پیدا بکنیم. نرم افزار که دسترسی پیدا کردیم، یه برنامه غلط اونجا هست، اون پاک میشه، یک برنامه دیگه نوشته میشه. بعد یه دفعه میبینیم که ماجرای افسردگی تموم شد. چرا تموم شد؟ چون عواملی که قبلا به مغز دستور میدادند، خب سفارش میدادند، مغز سفارش گیرنده است، مغز واسطه، مغز رابطه. خب البته ببخشید از نظر ما، با تعریف ما، و دستور که قطع شد تموم میشه، اون به اصطلاح پیام شیمیاییش اصلاح میشه. خب بنابراین منظور از همین قضایا پیدا کردن دید نرم افزاریست نسبت به ماجرای ما.
و خواهیم دید که در واقع یک مسئله رو که ما به اصطلاح تجربه می کنیم، یک مسئله رو که ما باش رو در رو هستیم، عمده قضیهش نرم افزاریه تا سخت افزاری. بخش سخت افزاریه ماجرای وجود ما بسیار اندکتر از اون بخش به اصطلاح نرم افزاری است. مثلا فرض کنید که اگر ما به یک چیدمانی نگاه بکنیم که حالا در ساعت بعد بیشتر راجبش توضیح خواهیم داد، خب مثلا فرض کنید که امکان داره که ما هر موقع بریم پارک ببینیم حالمون خوب نیست. من اینجا بعدی رو مثال نزدم، مثلا این پارک رو مثال زدم. امکان داره؟ یعنی ما بریم پارک بعد ببینیم که شاید حالمون، هر وقت بریم پارک ببینیم که حالمون خیلی بد میشه. یه عده مثلا میگن که ما اگر که مثلا صبح خواب پاشیم ببینیم که هوا ابریه حالمون بد میشه. میشه امکان داره همچین چیزی؟ خب میگن که اگه ما رو مثلا بعد از ظهر روز شنبه اگر از در پارک رد بشیم حالمون بد میشه، اگه ظهر روز نمیدونم چی اینطوری بشه نمیدونم فلان میشه، امکان داره این چیزا؟ خب اینا چی؟ اینا چه وضعیتی داره؟ ببینیم که در واقع ما بخش عمده وجودمون، حالا خواهیم دید تو بحث لی‌آوت وجودی خواهیم دید که عمده وضعیت ما از طراحی خیلی از بیماری ها که قبلا بیماری های نرم افزاری صحبت کردیم، بیماری های دادگاهی صحبت کردیم، همه اینا رو عمدتاً در یک بخشی است که نرم افزاری است و ما بهش دسترسی در واقع نداریم. واکنش شرطی، اگر این آنگاه آن، اگر جلوی باد کولر بشینی آنگاه سرما میخوری، اگر نمیدونم حالا خیلی ماجراهای دیگری که اینها رقم میزنه. مثلا فرض کنید که همه ما در مقابل یک سری تشخیص ها قرار میگیریم و به قیاس و ارزیابی منجر میشه. اگر همه ما در مقابل یک مسئله قرار بگیریم، قرار باشه همه اون ارزیابی بکنیم، آیا ارزیابی ما در مقابل یک مسئله مشخص یکسان خواهد بود؟ چرا یکسان نیست؟ برای یعنی که تصمیم گیری های ما، ارزیابی های ما از تعداد بسیار زیادی باید نرم افزار عبور کنه. مثلا این همون نرم افزاری است که الان خدمتتون عرض کردم که همه حوادث از اینجا عبور میکنه تا بعد مغز دستور بگیره. اصلا مغز خیلی اونورتره، یعنی تا مسئله بخش های نرم افزاری عبور ازش میشه خب خیلی ماجراست تا مغز. لذا برای همینه که پروسه هایی رو که ما توی بحث تشخیص و قیاس و ارزیابی و بعد استقرا و استنتاج جنیم دایی ماجراها طی میکنیم، یک ماجراهای طولانی است که از نرم افزارهای بسیار زیادی در واقع عبور میکنه تا ما یک ارزیابی بکنیم. و حالا نرم افزارهای که ازش عبور میکنه میبینی در مورد ما چقدر با مشکل و با چیز در واقع نوشته شده، خیلیش باید پاک بشه، خیلیش باید اصلاح بشه. بنابراین توی بحثای مختلف ما دوچار مشکل میشیم. حالا بعد از اینه که اومدیم به چیدمان رسیدیم، متوجه میشیم که اصلا به انسان به عنوان سخت افزار نگاه نکن، پشت این سخت افزار نرم افزارها هستن که تعیین کنندن. و در واقع ما بازی که داریم میکنیم، به جای اینکه با سخت افزار ور بریم، داریم با چی ور میریم؟ داریم با پشت صحنه، داریم با بخش های نرم افزاری بازی میکنیم. یعنی به جای اینکه بیایم با یک نمیدونم آلرژن مبارزه بکنیم و بریم تو نمیدونم آلرژی فلان کنیم، میریم برنامه رو پاک میکنیم یه چیز دیگه مینویسیم. خب جان بفهم، این نرم افزار حالا شد ذهنمون نرد این کجا، فقط تو مغز نیست، یعنی همینقدر بگم که اینا در مغز نیست،
ولی بعداً میایم راجع به بحث حالا مهندسی چیدمان به اصطلاح راجع به لی آوت در واقع وجودی میایم و در واقع متوجه میشیم که عمده بخش‌های سخت افزاری که ما میشناسیم این دو یه بدن هر کدوم چیز لی آوت مقدماتی وجوده. حالا هر کدوم از این باکس ها اگه باز بشه که دیگه خودش یه شهر عجیبی میشه که توش قطعا گم میشیم. ولی مثلا این بدن، این مغز، خب سنسورهای داخلی، سنسورهای خارجی، خب یعنی محدوده سخت افزاری ما توی یه محدوده خیلی کوچیکیه، اما محدوده های نرم افزاری ما یا محدوده های غیر سخت افزاری بخش های مهمی از ماجرای ما رو تشکیل میده. خب که حالا من سر فرصت این قضیه رو براتون در بعد از زنگ تفریح واردش میشم صحبت میکنم. اما چی میخوام بگم قبل از اینکه وارد بحثش بشیم، من میخوام بگم که در واقع ما به انسان نرم افزاری نگاه میکنیم. خب در وهله اول ما نرم افزاری نگاه میکنیم و پشت صحنه ما با یک مشت برنامه و نرم افزار سر و کار داریم. ما حاصل کار اونها میاد در فیزیک جاری میشه. علت موفقیت شما در فرادرمانی اینه که شما درگیر سخت افزار نیستید، شما با برنامه های نرم افزاری دارید کار میکنید. وگرنه یک نازایی رو شما چی کارش میتونید بکنید؟ یک نمیدونم حالا شما دیگه آسم نمیدونم، آلرژی، آرترید، آرتروز، نمیدونم دیابت، این همه ما حالا مشکلات مختلف که خودتون اشراف دارید با اینا چیکار باید کرد؟ خب حالا همه اینا یه طرف، برخورد با انسان، رفتار با انسان، تربیت انسان، همه اینا دوباره خودش یک ماجراهای بزرگی است که تا با سیستم‌های نرم افزاری آشنا نشیم و نتونیم با سیستم‌های نرم افزاری کار بکنیم، هی داریم کار مکانیکی می‌کنیم. کار مکانیکی محدودیت های مخصوص به خودشو داره. خب یعنی در واقع ما داریم دیدگاهمونو عوض میکنیم، بینشمونو داریم عوض میکنیم. هدف از این همه مقدمات و این ماجراها و بریم اینو تست میکنیم، میریم اونو تست میکنیم، اینها در واقع برای اینه که پی به وجود به اصطلاح نرم افزاری وجودمون اصلاح ببریم تا با بازی های مخصوص با اون هم در واقع بتونیم آشنا بشیم و کارهای لازم رو انجام بدیم، کارمون رو راحت تر بکنیم. خلاصه کلام خب و ارزش به اصطلاح یک مجموعه که سخت افزار داره نرم افزار داره با کدوم کیشه؟ ببینید الان ما اینجا کامپیوتر داریم، وقتی خاموشش میکنیم میشه یک ماکت، درسته؟ همه ارزشش به چیشه؟ در واقع نرم افزاره که ارزشمنده. در مورد ما هم همینطوره، بخش نرم افزاریمون فوق العاده با ارزشه. خب و این بخشی است که در واقع متاسفانه در حالا یکی دو قرن اخیر لااقل نادیده انگاشته شده و تفکر دکارتی ما رو به عنوان یک ماشین معرفی کرده، لذا ما فقط سخت افزار دیدیم. خب فقط سخت افزار دیدیم. الان حالا زمانی است که اومدیم این تجربه رو هم کردیم، سخت افزاری هم نگاه کردیم، بعد به همین جا رسیدیم. حالا یه ذره تغییر در دیدمون که میدیم، میبینیم که چقدر افقها میتونه بازتر بشه، درسته؟ یا نمیدونیم، تست کنیم، اگر رسید در آزمایش و تحقیق ضرری وجود نداره، اگر انجام ندیم ضرر وجود داره، چون اگر به احتمال 1% پیدا بکنیم، میدونید اون 1% خودش چقدر میتونه مشکلمون حل بکنه. بنابراین
ارزش داره موضوع که ما به عنوان محقق وارد بشیم، تجربه بکنیم، تحقیق بکنیم، ببینیم آیا میشه یا آیا نمیشه. جانم بفهم چجوری تره؟ چون فرمودین دو قسمته، یکی ثابته که خودمون ماحصل، یک بخش از این نرم‌افزارا رو ما داریم طراحی میکنیم، ما برنامه‌ریزی میکنیم. خب بله. مثلا شما در ترم سه ما راجع به چرا بیمار میشویم به یک سوال، به یک مسئله برخوردیم. یکی از دلایل بیماری ما چی بود؟ بینش های غلط ما نسبت به زندگی عامل بیماری بود، درسته یا نه؟ این دست ماست. این نرم افزار اینجوری که فرمودین دو میشه دیگه. اون نرم افزار یکتون که فرمودین ثابته، مثلا آلرژی داره، اما اون محصل زندگی ما نیستش. بله درسته؟ ببینید محصل زندگی ماست، اون هم تغییر مستقیم اصلا. حالا من آخرش نتیجه گیری میکنم خدمتتون، اما ما نمیدونیم چی شده، چه کردیم، چه نکردیم، چیکار کردیم. یه ببینیم که آلرژی داریم، دقیق بفرمایید، میبینیم که آلرژی داریم. اینجا ما نمیتونیم به طرفمون بگیم که بله تو زندگی اشتباه کردی، چیکار کردی، چی میشده. ما یه جای ثابت میکنیم که همه اینها برمیگرده به ذهن، ثابت میکنیم خدمتون همه چیز برمیگرده به ذهن. بنابراین ما یه شاخه‌ای داریم که میگیم شاخه ذهن روان شناختی، سایمنتولوژی. خب یه شاخه ما داریم که در واقع اسمش سایمنتولوژیست. بیماری سایکوسوماتیک داریم، بیماری منتوسوماتیک هم قبلا اشاره کردیم که داریم، بیماری هایی که ذهن تنیست در واقع. اصلا ثابت میکنیم که به اصطلاح کلی از مشکلات ما در خیلی از بیماری ها برمیگرده به ماجراهای ذهن، ماجراهایی که نرم افزاریه. ببینید توجه کنید، ماجراهایی که نرم افزاریه، اگر از خودمون هم نیست نسل قبل اون تحویل داده، یعنی همه چیز برمیگرده به ماجراهای نرم افزاری ما. همین تجارب هم نشون میده که بله نرم افزار حرف اول رو میزنه. اگر ما بتونیم در نرم افزار وارد بشیم، پاک کنیم، بنویسیم چیکار کنیم، خب خیلی کارا میشه کرد. و اگر نتونیم خیر، فقط باید سر کنیم و کنترل کنیم و نمیدونم چیکار کنیم و الی آخر. خب در واقع الان انشالله دوستان این آمادگی رو هم برای دوره سایمنتولوژی داشته باشن. فقط باید حتما دوره ویروس های غیر ارگانیک رو حتما گذرانده باشن، این آمادگی رو داشته باشن. اگه دوستان نگذروندن این دوره رو، از تا حالا برگزاری این مسائل و ماجراها در واقع بگذرونن، آمادگی داشته باشن تا بعداً وارد بشیم که بعد ببینیم که ماجرای ذهن روانشناختی و دیدگاه هایی که اینجا وجود داره چی هست و در اونجا تقریبا همه ابعاد وجودی مطابق با لیاوت خودش تعریف میشه. خب با استعداد یعنی چی؟ بی استعداد یعنی چی؟ نمیدونم، هر از این بسم الله به قولی معروف باید آغاز بشه، در مورد انسان مطابق با یک نقشه دقیقی تعریف بشه. خب و جدا از پراکندگی و نمیدونم هرچی هم که بگیم باید بتونیم باشه کاری انجام بدیم. اینم خب جانم ده اجباری بودی بشه، ما نمیتونیم مانیتور نداشته باشیم. آیا در مورد بدن انسان هم اینطوره؟ اگر اینطور نیست، بس کسی که قطع دست یا پا داشته یا چشمش تخلیه شده، ما میتونیم با دخالت‌های نرم افزاریمون اصلا باعث بشه که دست و پاش باز در بیاد، میشه همچین چیزی؟ ببینید این ماجرا در اطلاعات فیزیک وجود داره، من خدمتون قبلا هم توضیح دادم. مثلا اطلاعات بازسازی عضو در خیلی از چیزا هست، مثلا مارمولک چی وجود داره. و این اطلاعات چون سلول اطلاعات حیات رو داره، یعنی برگردیم اطلاعات حیات، حیات یعنی نقطه صفر. و بعد اینکه میگیم حیات اشتراکیه، یعنی به این شکل ها ثابت میکنیم و نشون میدیم این حیات اشتراکی
لذا همه اطلاعات هست، دسترسی به اون نیست. توجه فرمودین؟ تو ما هم تو این تجارب سالهای خودمون با همه موانعی که در پیش داشتیم تونستیم یک سری از سویچ ها رو از آف بودن آنش کنیم و شروع کنیم بهره برداری، شروع کنیم کار کردن. و ما نمیتونیم، شاید در آینده به یک سویچ های دیگری در واقع چی میگن اونا رو از آف بودیم فکر نکردیم، یعنی دنبالش نبودیم، یعنی همینقدر که میان دنبال اینجور مسائل بودیم. ولی ما خودمون واقعا تجارب عجیب غریبی رو توی مدت باش برخورد کردیم که به شکلی بازسازی بوده، به شکلی همین قضایا بوده، ولی به صورت سیستماتیک ما دنبال نکردیم. چون عمدتا ما میباستی برخورد میکردیم با یه چیزای عامی رو به نمایش میگذاشتیم تا معلوم میشه که این کار میشه و در واقع این قضیه پابلیک بشه، بعد بشر باورش بشه که میشه. یعنی کمیتی حرکت کردیم بل اجبار. توجه میفرمایید امروز در جمع متخصصینمون میتونیم کیفیتی حرکت کنیم. ببینید یعنی ما دقیقاً از روی لی‌آوت میتونیم، خب به اصطلاح دوستان متخصص ما میتونن مطابق لی‌آوت با برنامه بسیار دقیق حرکت کنن، میتونن نشونگیری های بسیار عجیبی رو انجام بدن، خب که غیر متخصصش نمیتونه انجام بده. بنابراین منظور اینه که خیلی کارا میشه کرد. ما فقط فرصت هایی رو که در اختیار داشتیم فرصت کار پابلیک بوده، کار عامی بوده، که همونطور که شما در چند سال پیش با قضیه ما آشنا شدید و نمیدونم اومدید کار کردید و اینها، و در واقع این عام شده که در واقع در یه سطحی که کمیت تعیین کنندش بوده، این تعداد ابچه نمیدونم 5-6 ساله تا نمیدونم چی تعداد بگن که میشه. چرا؟ چون متخصصین گوش ندادن ما چی میگیم. خب لذا کار به جای اینکه دست متخصص بیفته افتاد تو دست بچه 6 ساله، و دقیقا بچه های ما الان یه کاره انجام میدن. خب بچه های 6-7 ساله خودتون دارین دیگه، چند تا دارین؟ یعنی در آشه خودتون بچه ها چه دارن میکنن؟ خب به خاطر اینکه نرم افزارشون نیستن، اون نوشته نشده، ما داریم اون سیستم جدید می نویسیمش، یعنی شما دارید این کار رو میکنید. تو سیستم جدید برنامه ها درسته، یعنی اونا دارن با تفکر نرم افزاری آشنا میشن و میگه چیش تو ببن؟ بعد یه کاری میکنه که ماها حالا باید بدهیم به گرده. چرا؟ چون ما هزار تا مانع اینجا داشتیم، قفلای نرم افزاری بسیار زیادی داشتیم، خیلی هاشو شکستیم تا اینجا اومدیم، اما اینها نه. لذا در واقع این کار کاریست که تو دست متخصصین، تو در دست حرفه این کار جلوه دیگری پیدا میکنه، و با شناختایی که هست تو و بعد مباحثی که توی لی‌آوت وجودی، یعنی مهندسی لی‌آوت وجودی در واقع ما کار خواهیم کرد، دقیق میتونیم هر چیزی رو به داخل بخش مربوطش بریم و از همون باکس خودش نگاش بکنیم. و لذا نمیدونم، شاید در آینده خیلی نزدیکی کار بسیار دقیق حساب شده بشه انجام بگیره، بتونه بشه صورت بگیره. درست شد؟ بنابراین از نظر ما این قضیه اون کارهای تخصصی هم امکان داره، چون الان تئوری جواب میده، منتها ما تا خودمون انجام ندیم هیچ وقت صحبتشو نمی کنیم. حالا تا انشاءالله بتونیم در آینده این سطح نفوذ رو که گفتیم از ژن و اینا رد شدیم، از به این مراحل هم بریم ببینیم چه خبره، و بعد از اون نمیدونیم، شاید در آینده یه همچین چیزی رو که در واقع بازسازی و اینها باشه به همین صورت قابل انجام باشه. خب کسی دیگه مثل این سوالی؟ بله آها خانم دکتر میکروفون رو بزن. من دیدم من این مدت اصلا فرادرمانی هم بیشتر
متاسفانه عوض اینکه شاهد باشم و هیچی نبینم، خودم در واقع به اون مسئله خاص که توی مریض وجود داشت فکر میکردم وقتی چشمم بستم. شاید به همین دلیل بوده که نتایجی که داشتم برای خودم خیلی عجاب آور بود، یعنی خیلی عجیب بود. و یه چیز جالب، یعنی تا به حال اصلا من این کار رو انجام میدونم بدون که بدونم یه همچین کاری میشه کرد. و الان فهمیدم ما که همیشه این کار رو میکردیم و خیلی اشتباه میکردم چون نمیدونستم. دیشب من داشتم یکی از نوارای شما رو گوش میکردم، رجب ترم هشتتون بود، یه توی یه قسمتش فرمودین که مثلا راجع به همین ذهن اشتراکی رو صحبت میکردین، فرمودین مثلا مثل یه نفر که واریس داره مثلا میتونه خوب. من هر موقع شما این حرف رو زدین از ذهنم گذشت، من پشت دوتا پا هم مهیه خمیزانو هم یه سری عروق وارسی داری بود و هرچی هم میمادد ورزشون نکرده اونیش وقت تأثیر نداشته. من گفتم اه یعنی اینم میشه، همینجا گفتم اینم میشه. حالا متاسفه جایی نیست که من بتونم نشون بدم. بعد نگاه کردم اصلا، یعنی اصلا دیوانه شم، چون اصلا هیچی دیگه از اینا نیست. یعنی مثلا نه اینکه دست بذارم و برم تو داستان رو اینا، گفتم آره یعنی مثلا این میشه مثلا این وارسا خودشون بره من ممکن. بعد وقت اصلا اینقدر شوکه شدم که امروز اصلا حرف شما رو نمیفهمم. بله بله دست هم بله سرتا خان دکتر صفوی خیلی ممنون. همچین چیزی استنباط کردم که وقتی یه مریض کیموتراپی میشه، رادیوتراپی میشه، میگه شعور سلولی به هم خورده. بعد الان این مریض من که حالا کلی دردسر داشته و الان دچار متاستازهای استخوانیه و به خاطر کیموتراپی هپاتومگال شده، الان که من روی این کار میکنم میخوام ببینم که اگر این نمیرفت دنبال اون درمان شیمیایی آیا این فرادرمانی براش بهتر بود، یا تأثیر الان که من روی این کار میکنم کمتره به خاطر اون شعور سلولی؟ نمیدونم، من اینو واقعا هنوز درک نکردم. ما تجربه که داریم شاید چیزی نزدیک به 100% از کسایی که حالا 99% از کسایی که کار کردیم کسانی بودن که همه این پروسه رو طی کردن، شیمی درمانی شدن و اصولا کسی رو به حالا یک موردی رو که اینجا جالب بود برای من جالب بود که شیمی درمانی رو انجام نداده، ولی خب چون برای تحت نظر پزشک و پزشکان دارن مسئله شو، مثل اینکه اونجا روی به صورت گسته روی انجمن سرطان و اینا این رو در زنجان دارید و اینها، و به صورت سیستماتیک در اونجا این کار آغاز شده در زنجان و حالا کسا و نمونه هایی رو که ما داریم و آخرین نمونه بهبودیافته که داشتیم از تبریز بود در اینجا مال همین اخیراً و کاملا در سی تی اسکن معلوم شد که همه چی پاک شده، چی شده در حالی که جواب کرده بودن، شیمی درمانی شده بوده، جراحی شده بوده، اینا همینا شده. حالا اینا ان شاء الله مدارکش هم در ازال و بعد در ویژه نامه همین طب کلنگر اینا هر بار یه 10-15 تا مورد رو به گزارشتون میذاریم، حالا دوستان و نام دارن تهیه میکنن این مسئله و چیزایی هم که ما داریم داره در واقع آماده میشه برای چاپ اینا. توجه بفرمایید که عمدتاً این کارو کردن، یعنی ما چون نیست مداخله نمی‌کنیم، اما ما مشاهده می‌کنیم وقتی که این کار انجام میشه به شدت در میزان افسردگی از دست دادن رویه و امید به زندگی و اصلا عجیبه، من نمی‌دونم اون تو چی می‌گذره، شما بهتر می‌دونید، ولی من می‌بینم که افراد میرن اون تو برمیگردن دیگه اصلا نمی‌شه باهاشون صحبت کن. شاید شما بدونید در حل این ماجرا دوستانمونه، من نمیدونم تو چه خبره و خیلی مایلم یه بار بیام بشینم اونجا لااقل همجوری بشینم نگاه بکنم ببینم که چه خبره. استاد سلام. در واقع افراد میان برمیگردن اصلا روی زندگی رو از دست میدن. حالا در مورد بحث این که خود مسئله شیمی درمانی چیکار میکنه اینا، ما تجربه بودیم برای خودمون، ولی خب تجاربمون رو ما نگه می‌داریم، ولی یه همچین چیزی رو مشاهده می‌کنیم و واقعا افراد خودشون رو می‌بازن. نمی‌دونم حالا بفرمایید. سلام استاد.
مشکل دیگه چطوری حرف زدم. خانم دکتر شعله استاد، اونطور که سال هاست من حالا یا از راه دور خارج از کشور یا داخل کشور خدمتتون شاگردی کردم، اون استنباط شد که شما بیشتر از این راه به درمان جسم از راه شهود انسان رو نزدیک میکنید. آیا نیاز برای رسیدن به اون عالم حضوری یا شهود یعنی اخلاق یعنی کمال در حد راهای حالا تقریبا میشه گفت نسبی به ریز فیزیک پی بود، مثلا الان پزشکای عزیز کمیت اگه اونجا حضور بدارم بدونن ما یک عروق هست بعد از کبد، یعنی قبل از کبد برگشت به کلیه ها یک کارهای انجام بده مجددن برای خونسازی برگشت به کبد و اون بقیه کارها. بعد از کبد عروقی هست که مجددن یعنی بعد از اون که کلیه اومد دوباره برگشت داره به کبد، اون خیلی ریزه، طوری که فعلا هیچ کس این عروق رو نشناخته که اصلا کجاست، چطوری برگشت داره، از کجا این دوباره به کلیه را پیدا کرده. برای رسیدن به اون راهای نیاز به این قضیه ریز دیدن متابولیسم بدن هست یا نه. سوال دیگه اون که خانمی هست بچه بود پیشم، بچهش شدیدن مشکل غیر ارگانیک حمله هست، این زیاد منترا بکنه داد بیداد بکنه، اونقدر صلوات اونقدر الله اکبر چیز بگه خصوصی را بره صلوات ذکر کنه منترا کنه، اصلا مشخصه که خود مادر مشکله. من تصمیم گرفتم این بچه رو از راه فرادرمانی با اینکه بدونم راه گرم کردن مزاج و یا حالا کارهایی هست، ولی تصمیم گرفتم از راه شما و بچه رو درست کنم. خدایش چند بار که آور دیدم داره درمان بشه، یه بود چک کشید گفت نه من از این شناخت نمیخوام بچه درست شد، همینطوری بچه همو درست کن، در صورتی که بدونم اینجوری بچه او درست نشه، نه خودشم تا نشناسه درست نشه. در مورد چنین بیماری هایی که واقعا دلم میخواد به شناخت برسم بعد درمان بشم جفت نظر دادید شما، تشکر دارم. خیلی ممنون. اولا برای اینی که ما نتیجه مثبتی در فرادرمانگری داشته باشیم الزاماً دونستن مکانیزم ها، متابولیسم ها، کاتابولیسم ها، نمیدونم آنابولیسم ها نمیدونم و این چیزها اصولا نیست. خب اصولا نیست چرا؟ چون وقتی ما بچه 5 سالمون داره انجام میده شو خودتون شاهدید، بنابراین ماجرا ها نیست. ولی اگر بدونیم یک ماجرایی میشه، ندونیم یه ماجرای دیگری میشه. خب اون جایی که میدونیم میتونه به ما کمک بکنه، اون جایی که نمیدونیم هم نمیدونیم، مسئله نداره. و بعد چیز اشتباه هم این نیست که اگه ساده بگم مثلا برای قلب دریچه قلب مثلا ما پیام بدیم بعد اشتباه باشه ایجاد اشکال بشه، برای اینکه اون پیامو میگیره و قلب اگه سالمه که سالمتر میشه، اگه اشکال داشته باشه پیامو میگیره روش کار میکنه. خب اشکالی پیش نمیاد، یعنی خب درصد قابل توجهی از خسارات یا صدمات جسمی در روش‌های رایج تشخیص اشتباه است. اما اینجا تشخیص اشتباه نیز بر مبنای تخریب نیست، در مبنای پیام میده که بساز، همش یا بساز یا چیکار کن، بر مبنای تخریب نیست که بگی که این زیادی اینو بندازش بیرون یا اون نمیدونم چیه یا این ماجرا نیست، لذا هیچ وقت اشتباهی رخ نخواهد داد. حالا شما اگر هدایت به اصطلاح آشنا باشید یک کارای ظریفی خوب قابل انجامه، اگر که نه در غیر این صورت به صورت جنرال و عام این کار تحت پیگیری و رسیدگی قرار میگیره. خب در مورد دوم هم چون فرمودین به بحث ویروس های غیر ارگانیک ارتباط پیدا میکنه که
انشاءالله در دوره سایمنتولوژی اونجا در خدمتون خواهیم بود و عمری باشه اونجا توضیح بدیم. برای تو بخش اولش که همینطور بود، نه نیاز نیست که الزاما ما خیلی چیزا رو دقیق بدونیم. امکان نیست بچه خوب شد تا اینکه مادر بدونه، چون مادر هیجان افسردگی خود بداره. این درست نمیشه تا بدونه داره چیکار با خودش بکنه. حاضرم نیست بدونه، میخواد همونطوری بچه خوب شد، خودش خوب شد، آرامش گرفت. من اونو مطمئنم، چون خود من داشتم مریضایی که تا شناخت کردن خوب نشدن، راه نشدن. من از شما خواستم آیا واقعا بشه بدون ایجاد دارم اونطوری گفت خب تششو بدی یا اونطوری؟ ببینید اصولا ما وقتی که فرادرمانگری یعنی کلام بی کلام، یعنی در اصلش ما صحبت نداریم، ما روانکاوی نداریم، ما نصیحت نداریم، اصولا ما صحبت نداریم و قاعدتا باید بتونیم دیگه، حالا حداقلش یک طرف هست دیگه، باید حداقل بر حسب آمار بتونیم روی عده تاثیر بذاریم، اثر مثبت بذاریم. بنابراین ما که نمیخوایم بعد از اینه که مسئله رو حل کردیم حالا میم پای حساب کتاب میگیم خیلی خوب چرا بیمار میشویم، چرا بیمار میشویم، یک بخشش میرسه به این بینشه، بخشش میرسه ویروس غیر ارگانیکه، بخشش میرسه میدونم چی، یه بخشش میرسه قبل اطلاع اینفورمیشن های غلط قبل، یه بخشش میرسه به برنامه‌ریزی های غلط محیط، برنامه‌ریزی های غلط نرم افزاری که حالا همینا رو انشالله عمری باشه با هم دیگه بررسی میکنیم. این مال بعده، فعلا باید اونو نجاتش بدیم، داره غرق میشه باید دستش بگیری بیارش بالا، بعد وقتی خودش رو خوش کرد و بالاخره حالش جا اومد اینو بگی خیلی خوب چرا داشتیم غرق میشدیم. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون. عدم ارتباط روش ها، یعنی ما نمیتونیم مثلا طرف رادیو تراپی بکنه هم فرادرمانی، آیا موفق باید این درداره مطرف رو کار بگیم؟ چون اگر مثلا ارتباط روش داشته باشیم ببینید اونجا عدم قاطی کردن روش ها، قاطی کردن روش های مکمله، خب روش های مکمله، ولی روش های رایجی که داره میره مسائلش مشخصه و علت این قضیه هم در واقع اینه که ما اگر یک روش دیگه رو بیایم قاطی بکنیم، خب یک روش های از این ماجرای جانبی مکمل قاطی بکنیم، یعنی که این ناقص بوده، مفهومش اینه که این هوشمندی ناقص بوده، ممکنه این هوشمندی خوشش نیاد که ما بهش بگیم تو ناقصی، حالا من به عقلم رسیده که تو رو با اینم قاطی کنم، میدونید؟ ولی در مورد روش رایج شما میدونید، منم میدونم، ما میدونیم این رادیوتراپیه بالاخره چی؟ اون نمیدونم، بالاخره معلومه طرف اگر که حالا نتیجه قابل توجه بگیره میتونه تشخیصش بده از با رادیوتراپی، خب میتونه تشخیص بده کدوم مال این بوده کدوم مال اون بوده، میشه تشخیص داده نمیشه؟ دقت می‌فرمایید؟ مثلا شما وقتی یک لوزالمعده به کار میفته، مثلا در دیابت نوع اول مثلا یه جوان 18 ساله لوزالمعده شروع به کار میکنه، درستی یا نه؟ خب ما این کیسو، این کیسو مثلا فرض کنیم کیس اینا داکیومنت، خب به شروع به کار میکنه، حالا شما میدونید که تا حالا به این انسولین زدین، قبوله؟ آیا تزریق انسولین میتونسته باعث به کار افتادن لوزالمعده بشه؟ بله؟ نه. خب یا مثلا نوع دوم 20 سال لوزالمعده یه کار نمیکنه، دارن با انسولین نگرش میدارن، درسته؟ حالا یه دفعه شروع به کار میکنه، نیازش به انسولین چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه، نمیدونم بالا یه اتفاقاتی. شما میدونید که دیگه این مسئله نیست که با نتیجه بگیرید که از قرص و دارو مثلا این اتفاق افتاده باشه، درسته؟ پس یک کیسایی هست که
آمار ممکنه آمار نداشته باشه، ولی شما میتونید که دارو نمیتونید این از این وضعیت به این وضعیت بیاره. همزمان وقتی داره این کار انجام میشه خود بیمار متوجه نیست آیا ما این کار رو کردیم. حالا بیمار هم بیمار ندونه شما که میدونید. ببینید شما میدونید، ببینید ببینید، یک مسئله است که این قضیه یک کاری داره که ما الان توشیم، یه پریودی داره، پریود زمانی داره که داره دوره معرفی رو میگذرونه، داره دوره میگذرونه که در واقع این ولی چند سال دیگه همه میدونه، بیمار میدونه، مریض همه میدونن که بابا این در واقع یه عامل کمکی روش سوار شده. شما این کارو کردید ولی یه عامل کمکی هم داره، اون سرنخایی که مد نظر ماست، اون سرنخا اینجا ایجاد میشه. لذا با توجه به تجاربی که ما داریم که مواردی که اومده شک شده که این بوده اون نبوده و برگشت صورت گرفته، ما اون توصیه رو داریم که روش‌های مکمل قاطی نشه، ولی فقط روش رایج شناخته شده است، اثرش معلومه، هیچکی نمیتونه بگه که این کم بود اینو اضافه کردیم. میگیم اینو آوردیم کمک، اینم آوردیم کمک، این مفهومش خیلی به صدا بهتره تا ما یه چیزی رو بیاریم کمک که بگیم بله این ناقص بوده، من اینو اومدم تکمیلش کردم، اون وقت به پیامدهای خوبی بر نمیخوریم. دقت میفرمایید؟ بنابراین این قضیه به صورت خالصی جدا به کار بره، تجربه هم به ما نشون میده که نتیجهش خیلی بهتره. جانم بفهم مثلا در دیدگاه روانشناسی هوشیاری و نیمه هوشیاری و فراهوشیاری مفهوم خاص خود شده، از دیدگاه مکتب در واقع خانه حلبه این سه مفهوم چجوری؟ بله حالا اینا رو عرض کردم خدمتتون، مربوط به در واقع اون دوره خاص میشه که روش صحبت. الان شما امروز مبحث هوش رو مطرح کردین، من از اول بحث شما این سوال تو ذهنم هست. بله. که مفهوم هوشیاری، نیمه هوشیاری و فراهوشیاری. بله ببینید، چون این نیاز به یک باز به اصطلاح باز کردنی داره، اینه که تا ما منظورمون از هوشیاری چیه. ما این موقع بیمار ما اگر که به اصطلاح از حالت اغما در بیاد، کلش رو اینجوری بکنه، میگیم که بیمارمون هوشیار شد. مثلا فرض کنید کاری نداریم با سطح و سطوح مختلف، این سطح و سطوح مختلف باید تعریف بشه. یک هوشیاری، هوشیاری استفاده از قابلیت‌های فیزیکاله، یعنی نفس بکشه، گوشیده ببینه، چشاش. نه من از دیدگاه روانشناسی خدمتتون میگم که هوشیاری مفهوم خاص داره، نیمه هوشیاری همینطور و فراهوشیاری، ولی توی مکتب عرفان من برام مفهوم نشده که این سه مفهوم چه معنایی. ببینید اگر مقوله رو عمل کردشون رو میخوام. بله اگر مقوله رو شما الان متوجه شدین که همه هوشیار، همه هوش، اگه منظور از هوشیاری هوش باشه، اومدیم دیدیم که ببخشید معذرت میخوام، ذهن هوشیار، ذهن نیمه هوشیار و ذهن فراهوشیار. میخواید تو بحث ناخودآگاهی بکنید؟ یعنی از دیدگاه مکتب عرفان حلقه بدونم. ببینید یک موقع بحث هوشیاری، نیمه هوشیاری، اینها میخواید شما در این خصوص صحبت بکنید که بعضی از برنامه ها در سطح نیمه هوشیار هستن، بعضی از برنامه ها در سطحی هستن که اصلا ما نسبتش هوشیار نیستیم، بعضی از برنامه ها در سطح فرا هوشیاری ما هستن. توجه بفرمایید که ما اینجا، حالا من برای زنگ تفریح به این میرسیدم که بس چیز بکنیم، بعضی از ما آستانه درک فیزیکی داریم، خب آستانه درک فیزیکی داریم، آستانه درک ذهنی داریم، آستانه درک فرازهنی داریم، هر کدوم از اینها آستانه درک فکری داریم، هر کدوم از اینها با ما راجع به یک مقولاتی صحبت میکنه که با هوشیاریه که شما منظور نظرتون ارتباط پیدا میکنه. بعد دوباره یک برنامه های دیگه اینجا میاد و دوباره بحث هوشیاری ناهوشیاری، خب
دوباره به یه جای بحث برمیخوره به برنامه های مربوط به این قضیه که اصطلاحاً ناخودآگاهی و مسائلی که ما نسبت بهش هوشیاریم یا ما نسبت بهش هوشیار نیستیم. اینها باید ببینیم دقیقاً چون ما در چند بود اینها کارایی پیدا میکنه، ما باید دقیقاً بدونیم که منظور نظر شما کدومه که از این نظر ما همه اینا رو در واقع چرا مورد بررسی دقیقی قرار میدیم و ازشون استفاده های لازم رو هم در واقع میکنیم، چون برای طراحی هایی که در پیش داریم به اینها در واقع نیاز داریم. حالا میدونم باز اگه نه من سوال جوابم رو نگرفتم متاسفم. بله خب باز باز کنیم که کجا مد نظرتونه. ببینید هوشیاری، ذهن هوشیار در واقع از طریق حواس پنج یا ششگانه اطلاعات رو از محیط میگیره، ولی در آن واحد در یک لحظه اطلاعات در واقع حافظه داره، یعنی الان که من دارم با شما صحبت میکنم این اطلاعات برای یک لحظه است، حافظه همین لحظه دیگه حافظه ای نداره، ولی ذهن نیمه هوشیار تمام اطلاعات ما رو از حتی دوران جنینی تا به امروز در خودش نگه میداره، حتی احساس درد یک روزگی رو هم در حافظه خودش داره. حافظه دائم ذهن نیمه هوشیار منظور من هست. بله. و ذهن فراهوشیار از دیدگاه حافظه جاری، حافظه دائم، ذهن فراهوشیار در واقع اون بخش خلاقه و شهودی که در واقع یادگیری مثلا یک قطعه اعجاب انگیز موسیقی مثلا توی این. ببین اینا در رفع یه مقوله دیگه، یه دفعه شما در تعریف هوشیاری منظورم ذهن فراهوشیاری اصلا از این دوتا مقوله جداست، ولی بازم یک سری از محتوای ذهن نیمه هوشیار در قسمت فراهوشیاری وجود داره، یعنی بلد. ازش استفاده میکنه. خب من منظورتون رو کم و بیش مدرجه شدم. ببین ما حافظه مغزی داریم، حافظه جاری داریم، حافظه دائم داریم. یه حافظه در حافظه دائم مثلا حالا نمیخوام چیز بکنیم بریم توی مقولات دیگه، بعد از مرگم باقی است. خب ولی حافظه مغزی اینجا از بین میره، حافظه جاری داریم، حافظه های مختلف داریم که معقولات جدا. اما شما در وقتی میگین که تو بعضی آستانه های درک های مختلف اینها رو من انشالله سر فرصت همه رو با تفکیکاش با ترچیزاش با مسائلش که هر کدوم به چه صورتیه، چون که ما میبینیم مثلا حافظه مغزی بعد با حافظه ذهنی تفاوت میکنه و شما توی اینجا هم ببینید الان اینجا یه تفکیکی داره فقط روی اطلاعات وارده، اطلاعات وارده یا اطلاعاتیست که ما نمیدونستیم باش برخورد کردیم، میاد به هوش باطنی برمیخوره. حالا این هم مقداره خوب خونده نمیشه. خب بخشیست که میاد به هوش ظاهری، یعنی مغز یک دو تا کار، یک بخشش با هوش ظاهری سر و کار داره، یک بخشش با هوش باطنی، و بعد در انتهای قضیه با انتهای قضیه میاد به اصطلاح یه آرشیو مغزی داریم یه آرشیو ذهنی داریم. این از بین رفتنی است، این از بین رفتنی نیست، تازه این باقی میمونه. حالا بازم در سطح و سطوح دیگه وقتی اینجا میایم تجزیه تحلیل و این بر اون بر دوباره آنالایز هایی داره که ما با حافظه های مختلف برخورد میکنیم که اون حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت، نمیدونم بخش های مختلف و اینها رو در اونها باش برخورد میکنیم. اما مسئله مهم یا مثلا یه اختلاف ما، مثلا شما حافظه ذهنی تون با حافظه مغزیتون جدا نیست هست؟ بله من در مورد ذهن صحبت کردم. بله آخه با حدود یک مسئله است که شما در تعریفتون از ذهن چیه؟ خب فرق ذهن با مغز چیه؟ آیا ذهن جز مغزه؟ نه خیلی نرم افزاره. بالاخره جز مغزه یا نه نرم افزاره؟ نه خیلی نرم افزاره.
یعنی شما به وجود چیزی غیر از مغز اعتقاد دارین؟ بله. یعنی چیزی در دنیای علم، در دنیای علم که چیزی جدا از مغز و جدا از این فیزیک اعتقاد دارن؟ بله، همونجور که ببینید یونگ معتقد به در واقع حافظه جمعی هستش. این چه ربطی به سخت افزار داره؟ ببینید حالا در واقع این نکته جالبه که در دنیای علم یواش 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 یه بحثای وارد شده، اون جامعه اونو پذیرفتن، ولی بر نگشتن بگن که خب ما این که میگیم روح جمعی، خب یا میگیم ذهن، این خب این جایگاه ذهن اگه ما علمی فکر میکنیم، چون الان ما تا بریم صحبت کنم میگن صبر کن، ما تا چیزی رو زیر تیغ جراحی نبینیم قبول نمیکنیم. بعد اگه شما بهش بگید خب این ذهنی که به اصطلاح الان اینجا شما مطرح فرمودین، این جایگاهش کجاست؟ خب میگه ذهن همون به همون مغزه، ما اینا رو چون برخورد کردیم، میگه نه ذهن همون مغزه. اگه میگه بعد یه جایی گیرش میندازی اینجا میگه مغز، نه ذهن جداست چون نمیخونه، یه جا میگه این اونه. و خیلی از این مطالب مثل ناخودآگاهی، مثل ماجراهای مختلف، اینا رو در واقع جزی از عمل کرده مغز تلقی میشه. و توی این ماجرایی که ما داریم میبینیم، ماجرای نرم افزاری با ماجرای سخت افزاری در واقع جدا میشه. حالا من دیگه نمیدونم اونجا شما برای خودتون در دنیای روانشناسی اینا رو چجوری بالاخره تلفیق این نرم افزار با این سخت افزار چطوری چیز میکنید؟ ما از زمانی که با فرادرمانی آشنا شدیم دوچار این تضاد شدیم. من در واقع میخوام بگم که رفرنس خودتون در دنیای بفرمایید دکتر، بفرمایید میکروفون رو خدمت آقای دکتر. آقای دکتر در تجربه خوبی روی بیش‌فعالی، اونا البته اینطوری که ما قبلا این صحبت با هم داشتیم، روی بیش‌فعالی و این ماجراها ده تجربه خوبی داشتن. حالا اگه من تجربه زیاده، حالا انشالله سر فرصت خدمتتون عرض میکنم. این مطلبی که الان اشاره شد، در واقع ما مغز رو تو یه تفکیک اول قائل بشیم بین روانپزشکی و روانشناسی. روانپزشکا در واقع بیشتر همون بخش مغز رو، و حالا دوستان روانپزشکی هم هستن، من جسارت میکنم بخش مغز رو بررسی میکنم به فرآیندهای مغزی که ارتباط داره با همون مسئله که فرمودید، حالا اون آدرنالین و نمیدونم مواد ترانسمیترها اینجور چیزا که ترشح میشه. متأ روانشناسا مکاتب مختلف دارن و این مکاتب اومدن هر کدوم یه قسمتی از این فرآیندها رو قبول دارن. ببین یونگ اشاره کردم، فروید همینطور، و مکتبی که الان به اصطلاح بسیار حاکمه تو روانشناسی بحث شناخت رفتار درمانی رفتارگراست و شناختی ها، که اینا در واقع یه خورده فرآیندها رو متفاوت اومدن تعریف کردن. ما مغز رو داریم، مغز اون خود به اصطلاح تعریف حضرت عالی اون سخت افزار مطلبه، و بحث فرآیندهای ذهنی و فرآیندهای مغزی که در واقع فرآیندهای متعالی مغزه، اونا رو بخش نرم افزاری به اصطلاح این قسمت میدونن، که حالا ما توی یونگ مثلا داره حالا ناخودآگاه جمعی رو داره تعریف میکنه، فروید خود ناخودآگاه، ناخودآگاه نیمه ناخودآگاه، نمیدونم ناهوشیار، اینا رو داره تعریف میکنه. شناختی ها دارن در واقع همون اینسایت، بصیرت و اون فیلتری که شما دارید اشاره میکنید در واقع اینجا رو دارن کار میکنن. در واقع الان درمان تو شناختی ها، کسایی که گرایش شناختی دارن، شناخت رفتار درمانگر هستن، اینا در واقع درمانشون فقط در بحث همون ادراک و ذهنیه که شما دارید. حالا یعنی جدا از مغز بالاخره؟ بله جدا از مغز، یعنی اصلا به مغز هیچ کاری نداره. تو روانشناسی خیلی مغز رو کار ندارن، هرچند بحث میکنن، صحبت میکنن، منتها خیلی مغز، خیلی خود مغز به قول معروف، حتی دارو رو هم خیلی روانشناسا، حالا دارو درمانی رو هم نه اینکه قبول نداشته باشن، انجام نمیدن، تو فرآینده کاریشون بهش عنوان نیست، متا فرایندهای مغزی رو دارن کار میکنن. این فرایندهای مغزی حالا قسمت‌های مختلف داره که ذهن و روان، اینا رو شما فرمودید، تا اونجایی که میتونن رفتار رو تعریف میکنن، روان رو تعریف میکنن و اگه بتونن عملیاتی کنن روش کار میکنن، تا همین حد و حدود پیش میرن و خوبم کار میکنن. منتا به هر حال اینا فرایندهاست، فرایندهاییه که الان شناختی‌ها در واقع عرض کردم فقط روی شناخت، ادراک و اینسایت، یا حالا اون فیلتر شناختی که ما در واقع تو شناخت درمانگرا میگیم که
نوع برداشت فرد از حادثه است. همونطور که اشاره فرمودید حادثه ممکنه هر جوری باشه و این نوع برداشت فرد از حادثه است که میتونه واکنشای رو در پی داشته باشه. این که چطور نگاه میکنه، چطور برداشت میکنه و بر اساس اون میتونه براش یک فاجعه باشه یا نه اینکه به صورت خیلی عادی از کنارش رد بشه. پس بنابراین اینجا فقط به نوع ادراک فرد توجه دارن، همون بخش ادراک و ذهنی که شما اشاره می‌فرمایید. این حالا من فکر می‌کنم جای بحث زیاد داره، میشه خیلی راجبش بحث کرد، صحبت کرد و این رو عرض بکنم که روانشناسا مخاطب مختلف دارن. یعنی من عرض کردم حالا این فروید رو در نظر بگیریم به عنوان کسی که روانکاوی، حالا یه موقعی یه اشتباهی هم میشه همه روانکاوی رو با روانشناسی یه مقداری مخلوطش میکنن. روانکاوی در واقع شاخه‌ای از روانشناسی است که فروید به صورت تئوریسینش بوده و مبدعش بوده و بعد از اون شاگردانی داشته که یونگ، حالا یکی از همون شاگردا بوده که ناخودآگاه جمعی رو مطرح کرده و خیلی اومدن تا حتی تا سال 1950 یا 70 به کل تو روانشناسی مکتب فرویدیسم حاکم بوده و هیچ کس هم روش حرفی نمیتونسته بزنه. منتها از اون به بعد یه رفتارگراها اومدن، شناختگراها اومدن و رفتارگراها در واقع معتقدن آن چیزی که ما داریم میبینیم بر اساس رفتار و اصول شرطی سازی رو مطرح میکنن. اینکه این رفتار اینطوری شده تو دوران بچگی، حالا یا الگو گرفته یا شرطی شده، یاد گرفته، یادگیری و اصول شرطی سازی و بسیار مکانیکی نگاه میکنن قضیه رو و در واقع اومدن خواستن که روانشناسی رو براش یه پارادایم تعریف کنن و علمیش کنن و از فلسفه جداش کنن. اصل قضیه اینه که روانشناسی زیر مجموعه فلسفه است و خیلی به مغز به اون معنی سخت افزاریش کاری نداره و بیشتر دنبال اون فراینده ذهنی است و ذهن و ادراک. خیلی خیلی ممنون دکتر، خیلی ممنون. حالا ما چی کار داریم میکنیم به نظر شما؟ حالا به نظر شما اینا در تلفیقایی که خدمتتون عرض کنم، خب مباحث خیلی جاها خیلی مشترکه، خیلی هم مباحث جالب میشه و نقاط اشتراک بسیار زیاد داره با روانشناسی حال حاضر و جدید. بله. که حالا این چیزایی که شما تعریضی میکنید، حالا ما تو شناخت، من اگه حالا یه فرصتی بشه تو اون بحث سایکومنتولوژی فرمودید درسته؟ بله بله. اگه اونجا فرصتی بشه، این فرصت به من دست بده یا اجازه بفرمایید، من راجع به شناخت، مکتب شناختی که خیلی از این چیزها رو در واقع حالا نه به این طوری به این گسترش ولی بر اساس علمی که حالا به اصطلاح مشخص شده خیلی سر میشه روشن کرد و یه همچین پارادایمی کشید و اونجا حالا به اینا رو کنار همدیگه گذاشت و مقایسه‌ای رو انجام داد. بله خیلی ممنون. بعد قابلیت کار عملی چطوریه؟ خدمتتون عرض بکنم بسیاری از درمانایی که الان داره انجام میشه در بحث روانشناسی در واقع فرویدیسم یه مقداری منسوخ شده، یعنی روانکاوی، چیزی به اسم روانکاوی رو حالا تو ایران خیلی به صورت قوی نداریم ولی فرویدیسم تقریبا منسوخه و خیلی حاکم نیست، هرچند خب نظریه خوب و قشنگی داشته که نه قابل اثبات بود و نه قابل رد کردن. منتها در بحث شناختی و رفتاری بسیار درمانای خوبی داریم که الان حتی خیلی جاها با دارو درمانی داره مقایسه میشه و حتی از اونا پیشی گرفته. بسیار تکنیک‌های ساده، من یه مثال خدمتتون عرض بکنم در خصوص همون مثلا درمان افسردگی. در افسردگی حالا من وقت جلسه رو میگیرم، حضرت عالی با صحبت بفرمایید که ما استفاده بکنیم. خدمتتون عرض بکنم در بحث افسردگی اون چیزی که اعتقاد راسخ تو شناخت درمانی اینه که فرد در اثر یه سری ادراکات اشتباه و منفی و غیر منطقی به این نتیجه رسیده که حالا درمانده است، نمیتونه و مشکلاتی داره. اینم در اثر استرس‌ها و فشارهایی بوده که تو طول دوره‌های رشدش و تجربیات زندگیش به دست آورده و نهایتاً در اثر یک ترومایی که استرس به این نتیجه میرسه که دیگه توانایی نداره، دیگه فایده‌ای نداره، دیگه هیچ کاری نباید بکنه. فرد منزوی میشه، گوشه‌گیر میشه، حال حوصله‌اش از دست میره و خیلی از علامت‌های دیگه که دوستان میدونن. در واقع اینجا درمانگر میاد روی در واقع همون ادراکات و شناختواره‌هایی که غلطه و رو اونا کار میکنه تا اینا رو اصلاح کنه، درست کنه و برگردونه او را به یک شرایطی که بتونه ادراک درست‌تر و منطقی‌تر راجع به موضوعات و مسائل دور و بر و محیطش داشته باشه. خب اینجا شما فیلتر رو فرمودید، به اصطلاح ادراک رو فرمودید، ذهن رو فرمودید، اونجا همه اینا رو شاید یک چیز در نظر بگیره. بله دقیقا همینطوره و نهایتا این افکار، این ادراک فرده که باعث ایجاد احساس میشه توی بحث شناخت
باعث ایجاد احساس میشه و احساس باعث ایجاد یک نوع رفتار میشه. یعنی این تقدم تأخر اونجا در واقع قائل هستن که به این ترتیب باعث این رفتار میشه که فرد ادراک غلطی راجع به محیطش پیدا میکنه، منفی پیدا میکنه و احساس بدی پیدا میکنه، احساس خوبی نداره راجع به محیط و راجع به وقایع، حتی راجع به خودش، راجع به آینده، و نهایتاً رفتاری که بروز میده یک رفتاری است که نشانه افسردگی درش شاهد میشه. بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خب به هر صورت حالا این بحث من در واقع خواستم که را بیفته که یه خورده با فضاهای مختلفی آشنا بشیم یا برخورد دوستان آشنا هستن، ولی برخورد بکنیم و یه قیاس خیلی کلی رو به اصطلاح داشته باشیم. خب این از این موضوعات و تا زنگ تفریح فرصت داریم چطوریه به ما بگین؟ ده چی الان بفهم هوش چی رو؟ هوش باطنی. ببینید ما برای بیدار کردن هوش باطنی یا مثلا برای تمام این تجارب ببینید که روش‌های کاربردی داریم، یعنی براش کاربرد داریم. اگه میام اینو میکشیم صرفا نمیخوایم به در واقع بگیم که اشکال کجاست، اشکال اگر اینو بگیم خب چون اینجا ما میتونیم کار بکنیم، اصلا ورودی رو نرم افزارهایی که سر را قرار داره ما میتونیم دخالتهایی بکنیم، چیزا رو پاک کنیم، چیزا رو بنویسیم، دستوری رو که به اینجا میاد مثلا منتفیش کنیم. درست شد یا نه؟ به این دلیله که صحبت بکنیم در بحث هوش باطنی در واقع ما میخواییم هم برنامه آموزشی برای نسل بعد داشته باشیم، هم برای خودمون، هم در واقع بیایم بشناسیم 1 2 3 4 5. خب دیدین که الان امروز هم صحبت کردیم، یعنی در واقع اولین پله اینه که افسردگی باید بره کنار. خب با وجود افسردگی هوش باطنی امکان ابراز شدن نداره و بعد ما 1 2 3 اصول رو که با هم صحبت بکنیم، اصول ساده ایه، اصولی نیست که بگیم نه آقا مثلا پس کنیم اینطوری نیست، هم میتونیم تجربه ببینیمش، هم میتونیم همینجوری بررسیش بکنیم، بعد به دنبال اون سیستماتیک جلو بریم. حالا برای نسل سوخته که خودمون هستیم یک ماجرایی داره، برای نسل جدید یعنی در واقع قبل از اینه که بیاد با اون چارچوبای کلیشه‌ای، چارچوبای کلیشه‌ای یعنی تیز، یعنی کوبوندن اون هوش باطنی، شکوفا کردن هوش ظاهری، یعنی ما در واقع اونها رو همزمان به عبارتی همزمان در معرض اطلاعاتی قرار میدیم که این بر هوش باطنی رو بده، اون بر هوش ظاهری رو بده. خب یعنی براش نمودار خاصی رو میکشیم. الان در سیستم های فعلی اصلا هوش باطنی به اصطلاح هیچ راه رشدی براش نیست. بنابراین حالا از همین بررسی ها اون چیزایی رو که لازم هست در هر بخشی تعریف میشه و با دیتیل و جزئیات خودش میریم که پیاده بکنیم. تا حالا به صورت نامحسوس بوده، تا حالا به صورت نامحسوس، بعد ببینیم که ما خلاقیت هایی رو داریم. آمار نشون میده که در جمعمون یه خلاقیت هایی ظاهر شده. حالا توضیح دادم شعر یکی از ساده ترین نمونه هاشه. خب این باید یه اتفاقاتی از میزان ذوق و شوق و اینها بیفته که این اتفاقات. هوش باطنی توضیح دادیم چیه؟ بصیرت. خب بصیرت ماجرای عجیبی است، هنوز نمیتونیم بیام ساده راجبش صحبت کنیم. من نمیدونم مثلا تو دنیای روانشناسی هم بحث بصیرت چقدر جایگاه داره، ولی یک ماجرایی است که یعنی در واقع بشر اولیه با بصیرتش هر کاری رو پایه‌ریزی کرده، با بصیرتش کرده و در واقع برمیگردیم هر چی به عقب‌تر، بقراط و سقراط و نمیدونم کیو چی و عد دقیانوس و همینا، می‌بینیم که بصیرتشون بسیار بسیار بالا بوده و هر چی بریم جلوتر الان در واقع بصیرت رو نمی‌بینیم. اینا به واسطه اینه که بشر بیشتر به
هوش ظاهری رو آورده و الان دوباره میخوام بیایم این بحثا رو زندهش بکنیم، بیاریم رو و روش کار عملی انجام بدیم. حالا به عبارتی بصیرت به فراهوشیاری، البته اون آسان درک ذهنی کاملا مرتبطه، کاملا مرتبطه که در واقع اون این بخش باید توسط آستانه درک فرازهنی در واقع ایجاد بشه. بشر اون چی رو که داره از این بخش داره، یعنی اطلاعات خمیرمایه رو از اینجا گرفته، چیزی که نمیدونسته با این ور پروروندش، از این ور گرفته با اون ور پرورش داده، همینطوری این قضیه ادامه پیدا کرده. خب من میخوام که به اصطلاح راجع به بحث بعدیمون صحبت بکنم که همونطوری توضیح دادم موضوع شارژ شعوری البته چیزی که ما در خب اجازه بدیم چند دقیقه زنگ تفریح رو داشته باشیم و بعد از اون این مطلب رو دنبال بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم.